امشب هم گفتگوی خودمون رو با هنرمندان ساکن لس آنجلس به مناسبت فرارسیدن نوروز ادامه میدیم. در گزارش بعدی گروهی از این هنرمندان به ترتیب حروف الفبا مقابل دوربین شب‌آهنگ حاضر میشن و درباره خاطرات نوروزیشون صحبت میکنن. فکر میکنم که بهترین خاطرات نوروزی ما هنوز توی ایرانه، برای اینکه خب خارج از ایران یه خود کمترین روزای عید رو احساس میکنیم، حالا یا به خاطر غربت یا به خاطر اینکه دیگه اون روزای مدرسه تموم شده و بالغ شدیم و عید عوض میشه. من فکر میکنم عید مال بچه‌هایی که مدرسه میرن، اون احساس عید داره میاد و اون هدیه عیدی که میگیرن و سفره عید با خانواده میشینن. این که اولین روز بهار، آغاز بهار و تابستون، این خودش کلی به آدم دلگرمی میده و اینکه باز دور هم بودن کنار خانواده و همینطور زندگی نوتر، زندگی شیرینتر و اینکه عیدیای بهتر. یادم این که ما از لای قرآن، پدرم خدا رحمتش بکنه، پولای نو میذاشت لای قرآن و ما وقتی به هم داشتیم پولا رو که جمع میکردیم، بعد هر کی اومد بهمون عیدی میداد. یادم یکی از فامیلای پدرم روز اول عید ساعت 6 و 7 صبح میومد خونه ما، اولین نفر اون بود همیشه میومد خونه ما و ما عیدی میداد و این پولا رو که جمع میکردیم روز آخر به اصطلاح سیزه بدر که میشد، بابام میگفتش که این پولاتون رو بدیم واسهتون بذارم تو بانک. بعد همه رو میبرفت میذاشت تو بانک خودش. من یادم میاد درست یه ماهی به عید مونده بود، پدر از من پرسید خب برای عید چی میخوای؟ من همیشه چشمم به یه جفت کفش جیر بود که خیلی قشنگ بود، اون موقع یادمه 8-9 سال بیشتر نداشتم. به پدر گفتم و خلاصه پدر گفت آخه کفش چیه واسه شب عید چیز دیگه بگو. گفتم نه بابا من این کفشو میخوام دیگه، این کفشو برای من خریدن، ولی شرط این بود که نباید بپوشی تا موقعی که میخوای بیای سر سفره هفت سین بشینی. ما هم قبول کردیم دیگه، چاره نداشتیم، کفشو خریدن و یه ماهی گفتم به عید مونده بود ما شروع کردیم. همیشه تو کوچه بازی میکردیم، من بچه اون موقع ما تهران پارک زندگی میکردیم. برای دوستان عزیزی که شاید الانه دارن این برنامه رو نگاه میکنن، این مال چندین و چند سال پیشه، اون موقع هنوز هیچ جای تهران پارک تهران نو اسفالت حتی نبود و ما تو کوچه هر روز با بچه های محل بازی میکردیم. یه بازی بود که یه دونه توغه دوچرخه بود که اینو ور میداشتن با چوب همینطور میزدن بهش رو اینو قل میدادن. من همینطور که داشتم بازی میکردم با این، ندیده بودم که یه دونه انباری گنده پشت خونمون بود، یه انباری 8 متر گودی داشت ولی آب نداشت توش. همینطور که من بازی میکردم از عقب بود، همینطور رفتم این ورور، یه دفعه زیر پام خالی شد، نگو درست رسیده بودم به همین چاله 8 متری. با سر افتادم این تو با همین توقعی که میزدم، اولین اتفاقی برام افتاد این موزک پای چپم شکست. خب همون تا افتاده بودم و داد بیداد و گریه، ریختن همسایه و مادر و پدر اینا، خلاصه من نردبون گذاشتم ما رو آوردن بیرون و بردن دکتر و گچ گرفتن. حالا 27-28 روز به عید بیشتر نمونده بود. هی ما به دکتر میگفتیم خب کیک پامون خوب میشه، من همش میخواستم کفشه رو پام کنم دیگه. دکتر گفت نه کمتر از 2 ماه نمیشه. خلاصه در سرتون ندم. سر سفره هفت سین که نشستیم بعد با یه پای گچ گرفته و ولی این پا همون یه دونه کفشو هنوز اون یه دونه رو پام کرده بودم. ولی همش آرزو داشتم که این در میاد این گچه که من این یکی هم پام کنم. نوروز یکی از بهترین زمانهای زندگی ما ایرونی هاست. چرا؟ چون از اول نوروز که میمد همه لباس نو میپوشیدیم، خونه هم دیگه میرفتیم، میزدیم، میرقصیدیم، میخوردیم، به هم پول میدادیم، عیدی میدادیم، مسافرت میرفتیم و هیچ ناراحت نبودیم، همه چیمون درست بود. از اونجا من نوروز یادمه، برای همین هر وقت اسم نوروز میاد هنوز که هنوز خوشحال میشم و میدونم داریم به در یک فضای درستی میریم که آرزو میکنم امسال نوروزمون نوروزی باشه که برای همه همینجوری باشه انشالله. چیزی که همیشه یادم میمونه وقتی راجع به نوروز فکر میکنم، نوروز تو ایران، تو تهران، صبحشه که بیدار میشدم یه شوری در من بود، یه حس عجیبی که واقعا با یه
اشتیاقی بیدار میشدم و از پلای خونه میمدم پایین. اصلا خونه عوض شده بود، با اینکه هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده بود، حالا شاید خونه تکونی بودش و مثلا هفت سینم اونجا بود و اینا، ولی نمیدونست، حس میکردم یه اتفاقی داره میفته، یه واقعا یه روز جدیده. و اینه اون حس، اون حالت نوستالژی رو من نسبت به نوروز دارم، اون خاطرمه بیشتر از هر چیزی، به اون فکر میکنم. تو یکی از این سفرها دقت کردم که برای یک برنامه‌ای به خاطر تأخیر هواپیما مجبور شدیم دیر برسیم و نزدیک ساعت 7 رسیدیم ایرپورت، حالا ساعت 9 برنامه شروع میشد، نمیدونم کجا بود. تو این هیربور که واسطه بودیم، منتظر تاکسی بودیم که برسیم اینا، وسط این صف دراز مشتریه یه آقای آمد گفت شما آقای هستید؟ منم گفتم بله. گو حرف نمیزنی، من یواش تاکسیمو میارم، راننده تاکسی بودن این آقای عزیز، من تاکسیمو میارم جلو سوارت میکنم، ولی اگه بوده بگو من زنگ زدی تو. منم تا ایشونو دیدم گفتم بنده زنگ زدم به یک تاکسی تلفنی که بیاد اینجا برای ورداره تمام این، فکر کنم اروپا بود، نمیدونم سوئیس بود آلمان بود کجا، و همه چپ چپ نگاه میکردن، ولی بالاخره این هموطن ایرانی به دادمون رسید و شب عزیزی داشتیم با ایرانیای عزیز با کنسرتمون. اولین خاطره ای که از نوروز دارم و همیشه واسه من نوروز رو ثبت کرده به عنوان یه واقعه، به عنوان یه اتفاق خیلی قشنگ و مهمی که داره میفته و باید ازش لذت برد و لذتشو ساخت، وقتی بود که فکر کنم 3-4 سالم بود و یه روز تو روزم بود و سال داشت تحویل میشد و مادر من دست منو گرفته بود و میخواست برای دستورات منو بشوره، میگو بودو بودو بریم الان سال تحویل میشه، و من بودو بودو میرفتم که فکر کنم حالا چه اتفاق قشنگی داره میفته، سال تحویل میشه. فهم من در اون حدی نبود که عیدو درک کنم، ولی اولین تجربه من از عید بود و این همیشه برای من خاطره مونده خیلی قشنگ. و میدونم که عید که میاد سال تحویل واقعا یه واقعه است، یک موقعیت زمان قشنگی که باید دور خانواده بود و دور هموطنا بود و ازش لذت برد. خب من خاطراتی که از نوروز دارم بیشتر از زمان بچگیمه، چون از وقتی کار موزیک رو شروع کردم همیشه فعالیت هنری داشتم و چیزایی که یادم میاد از اون زمان فالگوش ایستادن، چهارشنبه سوری، قاشق زنی، لباس نو خریدن، سفره هفت سین، سبزه، ماهی تنگ بلور و عیدی دادن، پولای نوعی که مادر بزرگ به بچه‌ها تقسیم می‌کرد، و این خاطرات واقعا هیچ وقت آدم نمیتونه فراموششون کنه. و مسئله مهمی که یادم میاد، پدرم خدا رحمتش کنه همیشه عادت داشت که کتاب شاهنامه و حافظ سر سفره بذاره و برای ما بخونه، و امیدوارم که واقعا دوباره این خاطرات خوبی که ما ایرانی‌ها داریم تکرار بشه، همگی دوباره دوره هم جمع بشیم در مملکت خودمون ایران. بهترین خاطره نوروز من اینه که اولین سرود نوروز رو به همراه خوانندگان بزرگی مثل ویگن، عارف که الان ویگن متاسفانه در بین ما نیست، و چند خواننده دیگه مثل ستار، اندی، کوروس، فتانه، لیلا فروهر، دلارام ضبط کردیم در حدود 20 سال پیشتر، و وقتی که کنار هم ایستاده بودیم احساس همبستگی رو اونجا می دیدم و حس می کردم و آرزو می کنم که این همبستگی بین همه قشرهای جامعه ادامه پیدا کنه تا اینکه بتونیم به آزادی مطلق برسیم. خاطرات نوروزی من فکر میکنم شیرین ترین خاطرات برای من در زمان کودکیه که صبح روز عید بعد از تحویل سال بیشتر به سراغ سفره هفت سین میرفتم، یه کوچولو سمنوی میخوردم، سنجدای سفره هفت سین رو میخوردم، یک هیجانی بود برای عیدی گرفتن و خونه اقوام رفتن، و همون احساسات شیرینی که من فکر میکنم خیلی از عزیزان هم اکنون در میهن عزیزمون همین احساسو دارن، و مخصوصا در سنین کوچیکتر این تجربیات بسیار فکر میکنم شیرین و قشنگه.